بودجه تیه فیرست رایدهندگان در انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی نزدیک به 30 میلیون دلار میرسد. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که 90% این بودجه را کشورهای کمک کننده به افغانستان تهیه کرده اند و 10% آن را حکومت به دوش گرفته است. رئیس کمیسیون انتخابات میگوید روند ثبت نام رایدهندگان کمتر از 2 ماه دیگر آغاز می شود. کتابای دیگه ای که برای ثبت نام رایدهندگان است هم چاپ شده در دبی است و انقریب به افغانستان انتقال میشه. ثبت نام در اواسط ماه حمل در مراکز ولایات آغاز میشه و بعد به تبع از او در ولسوالی ها ادامه پیدا میکنه و در صد ولسوالی ها بر اداره خود دفتر ولسوالی ما مستی مرکز دیگر در صد هر ولسوالی ایجاد میکنیم. قراجات به شکل متناسب بایی سه مرکز با تیمای سیار نزدیکی داشته باشند که با مردم سهولت ایجاد کنند و من تذکره هم کنند. کمیسیون انتخابات در حالی از ثبت نام رایدهندگان بر اساس شناسنامه‌های کاغذی خبر می‌دهد که در 32 ولسوالی کشور به دلیل ناامنی مراکز رایدهی مشخص نشده است و 400 شکایت دیگر از مراکز رایدهی 30 ولایت کشور در کمیسیون شکایت انتخاباتی به ثبت رسیده است، اما از ولایت‌های بدخشان، نورستان، سرپل و فاریاب اج شکایتی به ثبت نرسیده است. او ولایت بدخشان بود، نورستان بود، سرپل و فاریاب بود. از سوی دیگر احزاب سیاسی و نهادهای ناظر انتخاباتی به استقلال کمیسیون مستقل انتخابات شک دارند و میگویند که حکومت در روند برگزاری انتخابات اهداف خاصی را دنبال میکند. آنان میگویند بدون تامین شفافیت و آمدن اصلاحات در کمیسیون مستقل انتخابات برگزاری هر گونه انتخابات در کشور چالش برانگیز خواهد بود. هیچ بدیلی برای انتخابات نیست و هیچ بدیلی برای جمعیت پذیرفتنی و جای انتخابات نیست، اما در این زمان تاکید میکنیم که قانونی انتخابات باید تعدیل شود و این مسئولیتی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان است. اینکه همون رئیس سری و مستقلی که به احزاب داده میشه و در پایان جمع میشه، اینا برای احزاب قابل، برای نامزدان احزاب قابل انتقال باشه. شما از توقع ما شما است که انتخابات میتونین سال آینده برگزار کنین یا خیر؟ بله نه خیر. دو انتخابات، انتخابات شورای ولسوالی و شوراهای ولایتی. در غیر از او پشت نخود سیار روان کردن مردم احزاب سیاسی و شراکای انتخاباتی به نظرم جالب نیست. پیش از این کمیسیون انتخابات گفته بود که به زودی تقسیم اوقات نهایی زمان برگزاری انتخابات را اعلام خواهد کرد، اما تا کنون کمیسیون انتخابات به این کار موفق نشده است. حفیظ‌الله سالنگی، تلویزیون نور، کمیسیون مستقل انتخابات.